بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دانشجویان محترم، امیدوار هستم همه شما از سعادتمندی و سلامتی برخوردار باشید و این روزها را به خوبی سپری کنید. همه شما دانشجویان محترم سمستر هفتم دیپارتمنت، سمستر هشتم دیپارتمنت اداری و دیپلماسی دانشگاه جامی، به درس هفته پنجم مضمون مسائل سیاسی جهان دو خوش آمدید. خوشحال هستم که باز هم فرصت یافتم تا درس هفته پنجم را تهیه کرده و در اختیار شما عزیزان بگذارم. از ویدیوی اول هفته پنجم در خدمت شما هستیم و لازم است طبق معمول نگاهی به درس گذشته، یعنی درس چهارم، در ابتدا داشته باشیم. بعد درباره آنچه که در این هفته می‌خوانیم صحبت می‌کنیم و سپس بر سر اصل مسائل و درس‌هایمان خواهیم رفت. در هفته چهارم، یعنی هفته گذشته، فصل دوم را آغاز کردیم. فصل دوم تحت عنوان ریشه های بحران بود و مقدمه فصل دوم را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. همچنین مبحث اول فصل دوم را هم مطالعه کردیم که تحت عنوان تحول در مطالعه بحران ها بود و نیز مبحث دوم فصل دوم هم مطالعه شد که تحت عنوان ریشه های منازعه بوده است. در این مباحث و در مقدمه صحبت کردیم که نمیتوان از یک ریشه مشخصی سخن گفت و گفت که تمام بحران ها یک ریشه دارد. بحران ها متنوع هستند از لحاظ عمق، از لحاظ تاثیرگذاری، از لحاظ نوع متفاوت و گوناگون هستند. بنابراین تاثیرگذاری بحران ها، ریشه بحران ها، ماهیت بحران ها متفاوت می باشد. همچنین صحبت کردیم که به دلیل با اهمیت بودن مطالعه بحران و شناخت نظری از بحران در چارچوب رشته روابط بین الملل، رشته مطالعات مدیریت بحران ایجاد شده و سپس رشته مطالعات مقایسوی بحران ایجاد گردیده و در مطالعات بحران هم به هدف کسب شناخت نظری در واقع تغییراتی به وجود آمده است. در باب ریشه های منازعه هم صحبت کردیم و گفتیم که منازعه هم یکی از مفاهیم مرتبط با بحران است و نمیتوان برای تمام منازعات ریشه های یکسانی در نظر گرفت، همچنانی که نمیشود برای تمامی بحران ها ریشه های یکسانی را در نظر گرفت. و ما درس این هفته ما شامل چی مواردی می باشد؟ درس این هفته، یعنی هفته پنجم، هم در دو ویدیو آماده خواهد شد و در اختیار شما قرار می گیرد. در ویدیوی اول مبحث سوم فصل دوم را مطالعه می کنیم که تحت عنوان دلایل بروز بحران است و در ویدیوی دوم مبحث چهارم فصل دوم، یعنی ذهنیت تاریخی و ایجاد بحران، مطالعه و بررسی خواهد شد. پس با هم همراه باشیم تا درس این هفته را به پیش ببریم. متاسفانه باز هم کدام پرسش خاصی، کدام نظر خاصی، کدام تماس خاصی و پیام خاصی از جانب شما دانشجویان سمستر هشتم دریافت نکردم که در باب آن بحثی داشته باشم و صحبتی ارائه کنم. به
هر صورت امیدوار هستم که همه شما صحتمند و سلامت باشید و این درس ها را دنبال کنید و همچنین کوشش کنید با ما در ارتباط باشید، با هم در بحث و در ارتباط بودن بهتر است از این که ارتباطات یک طرفه باشد و تنها من صحبت کنم. اگر شما نظری داشته باشید یا انتقادی، سوالی، پیشنهادی، حتما در اول ویدیوی نخست هر هفته با آن خواهیم پرداخت و نظریات شما را بازتاب میتیم و اگر تبصره‌ای باشد لازم حتما آن تبصره را هم خواهیم داشت. خب میرویم به مبحث سوم فصل دوم. مبحث سوم چنانچه مشاهده میکنید دلایل بروز بحران عنوانش هست. ممکن است بحران بر اثر عوامل کوتاه مدت و یا عوامل بلند مدت به وجود آید. بحران که از آن تعریفی به هم علامت و صحبت در موردش صورت گرفت امکان دارد بر اثر عوامل کوتاه مدت ایجاد شود، عواملی که در واقع چندان زمان ندارد یا چندان زمانی را در بر نگرفته و یا هم بر اثر عوامل بلند مدت یا عوامل دراز مدت. به سخن دیگر ما اگر از لحاظ زمانی بخواهیم عوامل بحران را شناسایی کنیم باید عرض کنیم که از این لحاظ برخی عوامل کوتاه مدت هستند و برخی عوامل هم بلند مدت می باشند. ممکن است برخی بحران‌های سیاسی به دلیل برهم خوردن سیستم موازنه قدرت و یا دستخوش شدن ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی ایجاد شده باشد. خب ما از کلمه ممکن است و یا شاید استفاده می‌کنیم چون در مورد یک بحران خاصی صحبت نمی‌کنیم، در مورد بحران‌های سیاسی و عوامل و دلایل بروز آن صحبت می‌کنیم. بنابراین با احتیاط باید صحبت کرد و محتاطانه باید به مسئله نگریست. بنابراین میگیم که بعض بحران‌های سیاسی که در درون کشورها و در میان کشورها ایجاد می‌شود شاید به خاطر سیستم موازنه قدرت باشد که برهم خورده، اون نظامی که قدرت را متوازن و متعادل می ساخت شاید آن در منطقه به هم خورده باشد و تأثیر خود را گذاشته باشد، یا هم ممکن است عامل بروز بحران‌های سیاسی این است که ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی دستخوش تغییر شده باشد یا نو شده باشد یا بازسازی شده باشد یا از بین رفته باشد. خب ممکن است پس دلایل بعضی از بحران‌های سیاسی چی باشد؟ برهم خوردن سیستم موازنه قدرت و یا هم ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی که در جهان معمول است آن تغییر کرده باشد، از بین رفته باشد و یا بازسازی شده باشد، یا عضوی به ائتلاف منطقه‌ای اضافه شده باشد یا عضوی از ائتلاف منطقه‌ای در واقع اخراج شده باشد. همه اینها می تواند نقش داشته باشد در ایجاد بحران‌های سیاسی. ممکن است بروز انقلاب روی کار آمدن نخبگان جدید و یا خلأ قدرت سبب بحران شده باشد. امکان دارد که جدا از بحث سیستم موازنه قدرت و یا بحث ائتلاف‌های منطقه‌ای و یا بین‌المللی پدیده‌های دیگری موجب بروز بحران شده باشد، از جمله بحث انقلاب. خب انقلاب ممکن است موجب شود که افراد جدیدی، نخبگان جدیدی روی کار بیایند و یا هم خلأ قدرتی در یک کشور ایجاد شده باشد و این منجر به بحران‌های سیاسی شود. مثلا ایالات متحده آمریکا زمانی که نیروهای خود را از عراق کاهش داد، نقش
آمریکا در عراق کاهش یافت، در اونجا یک خلأ ایجاد شد، خلأی که ایران و عربستان سعودی و ترکیه هر کدام خواستن آن را پر بسازند و در نهایت ایران موفق شد به دلایل فرهنگی و مذهبی و جغرافیایی و مواردی از این قبیل. خب اینکه ایران در اونجا به هر صورت حاکم شد خود یک بحران دیگری بود، موجب بحران‌های سیاسی شد. یا مثلا زمانی که در افغانستان قیام شد، حالا انقلاب که نمی شود گفت در افغانستان شده، جهاد شد، خب نیروهای حزب دموکراتیک خلق رفت، نیروهای جهادی روی کار آمد، نخبگان جدید روی کار آمد و روی کار آمدن نخبگان جدید در کشور چالش های جدیدی ایجاد کرد. منظور از نخبگان آنهایی که صاحبان قدرت هستند می باشد. در اینجا باید بگویم که نخبگان همیشه علمی نیستند. ممکن است نخبگان نخبگان علمی باشند، نخبگان سیاسی، نخبگان اقتصادی، نخبگان ورزشی، نخبگان سینمایی. پس نباید که نخبگان را تنها به معنای افراد خبره علمی در واقع در نظر داشته باشیم. تعارض منافع، تهدید یک دولت توسط یک دولت دیگر و مقاومت در برابر تهدید نیز می تواند سبب بحران شود. خب ممکن است منافع دولت ها با هم تعارض داشته باشد، همسو و همجهت نباشد، و یا ممکن است دولتی دولت دیگر را تهدید کند و آن دولتی که تهدید شده مقاومت کند. خود این تعارض منافع، تهدید و یا مقاومت در برابر تهدید هم میتواند علل بحران های سیاسی باشد. مثلا ایالات متحده آمریکا پیوسته ایران را تهدید می کند و منافع ایالات متحده آمریکا و ایران در بسیاری از کشورها و مناطق در تعارض قرار دارد. خب ایران هم در برابر آمریکا کوتاه نیامده و در حال حاضر هم کوتاه نمی آید و تهدیدهای آمریکا را پاسخ می دهد. به گونه ای در برابر اظهارات آمریکایی‌ها و عملکرد آمریکایی‌ها واکنش نشان می دهد. خود این تعارض منافع، تهدید و مقاومت در برابر تهدید می تواند منجر به بحران‌های سیاسی جدیدی در ایران، در منطقه، در ایالات متحده آمریکا و در مناطق دیگر جهان شود. پس می‌بینید ما نمی‌تونیم بگوییم تمام بحران‌ها یک دلیلی دارد یا یک منشأ خاصی دارد که ما همان دلیل یا منشأ را برشماریم و خاطرمان جمع شود و بگوییم کار ما در واقع انجام شد. ممکن است یک سلسله حوادث پی هم سبب بحران شده باشد. در این صورت باید به تاریخ و گذشته مراجعه کرد و این حوادث را شناخت تا نقطه شروع بحران مشخص شود. گاهی هم ممکن است اصلا اون دلایلی که در سلاید قبلی گفتیم سبب بروز بحران نشده باشد. حوادث پی هم، یک سلسله حوادثی که تقریبا از لحاظ زمانی در پی هم در پس هم واقع شدن، خب اینها در واقع موجب شکلگیری بحران شدن که ما در این صورت باید این حوادثی که پی هم آمده و بین این حوادث ارتباط وجود دارد، این حوادث را پیدا کنیم تا ببینیم نقطه شروع بحران از کدام حادثه هست، کدام حادثه بحران را تقویت کرد و در نهایت کدام حادثه شروع بحران شده، کدام حادثه موجب اوج گرفتن بحران گردیده و تا بدین جا بحران را رسانیده است. گاهی اوقات برخی بحران ها ریشه هایی در گذشته دارد و به سهولت نمی توان نقطه آغاز آن را مشخص کرد. حالا ممکن است چند حادثه پی هم موجب شده باشد یک بحرانی به وجود بیاید، ولی گاهی اوقات این هم نیست. گاهی اوقات میبینیم یک بحران ریشه هایش در گذشته است، هرچی ما میریم در گذشته ریشه هایش هم وجود دارد و تعقیب شدنی هست و نمیتوان 3 تا یا 4 تا یا 10 تا حادثه را که پی هم اتفاق افتاده آنها را
مورد مطالعه قرار داد و نقطه آغاز بحران را مشخص کرد. ریشه‌هایش در گذشته های دور قرار دارد و تنها به چند حادثه خاصی در واقع منوط نمی باشد. در برخی موارد عامل بحران ها قدرت های بزرگ هستند و یا هم قدرت های بزرگ به تشدید بحران پرداختند. خب در مواردی هم هست که اصلا باز هیچ کدام از این عامل هایی که از آن صحبت کردیم موضوعیت نمی یابد. این قدرت های بزرگ هستند که می آیند به خاطر تامین منافع خود بحران هایی را ایجاد می کنند و یا هم بحران هایی که از قبل وجود داشته آنها را تشدید می بخشند و بر شدت عمل آنها می افزایند. این احتمال هم وجود دارد. قدرت های بزرگ یعنی همین پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه. و به علاوه اینها امروزه وقتی که از قدرت های بزرگ صحبت می شود، از ژاپن هم صحبت می شود، از اتحادیه اروپا هم صحبت می شود، آلمان هم مثلا یک قدرت بزرگی هست. بالاخره اون کشورهای قدرتمندی که در منطقه خود و یا در جهان دست بالایی دارند و در عرصه‌های مختلف می توانند در واقع بهتر عمل بکنند و یا بدتر عمل بکنند. مثالی می دیم بر این که چگونه قدرت‌های بزرگ در تشدید بحران‌ها و یا در ایجاد بحران‌ها نقش داشتند. برای مثال به چه علت شوروی اقدام به استقرار موشک‌ها در خاک کوبا کرد و نقش قدرت‌های بزرگ در تشدید بحران خلیج فارس چی بود؟ یک بحرانی وجود دارد به نام بحران خلیج خوک‌ها یا بحران استقرار موشک‌ها در خاک کوبا که چند لحظه بعد در مورد آن بیشتر صحبت می‌کنیم. خب در این بحران، در ایجاد این بحران، شوروی و آمریکا نقش بسیار مهمی داشتند. این دو به مساوی قدرت‌های بزرگ در جریان جنگ سرد نقش حائز اهمیتی داشتند. و یا هم بحران خلیج فارس، این جنگ صدام حسین با کویت و حمله صدام حسین قبلا به ایران و مواردی از این قبیل، ممکن است منازعاتی وجود داشته بین این کشورهایی که اشاره شد، ولی قدرت‌های بزرگ به خاطر منافع خاصی که داشتند این منازعات را تشدید بخشیدند. برای پاسخ به این سوال ها باید نیت قدرت های بزرگ را در مورد این بحران ها مطالعه کرد. هرگاه ما پی بردیم که قدرت بزرگی در واقع بحران را ایجاد کرده و آن را گسترش داده، در این صورت ما باید نیت ها و اهدافی که قدرت های بزرگ داشته را مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم تا نقش این قدرت های بزرگ در ایجاد بحران و در تشدید بحران تبیین شود. سلاید بعدی را می آورم. هرگاه منطقه حساس دچار بحران شود و راه حلی برای بحران پیدا نشود، ممکن است بحران منجر به جنگ شود. خب ببینید، منطقه حساس، منطقه استراتژیک، منطقه مهم، اگر در آنجا بحرانی روی دهد و بحران گسترش شود، راه حلی برای آن پیدا نشود، ممکن است جنگی را در پی داشته باشد. البته منطقه ها امروز هم اساساً هم مهمن، ولی خب در اینجا یک بخش خاصی از یک منطقه مهمی. فرض کنید اگر بحرانی در تنگه هرمز ایجاد شود و راه حلی برای آن پیدا نشود، خب احتمال از وجود داره که یک جنگی بین ایران و آمریکا صورت بگیرد. آره اینکه چین و جنگی، خب ما اینو نمیدونیم. البته امروزه جنگ ماهیتش تغییر کرده، قبلا هم اشاره کردیم، و جنگ دیگه گزینه آخر است و خیلی از اینه بر است. دولت ها علاقمند هستند که از قدرت نظامی خود به مثابه تهدید استفاده کنند و یا به صورت غیر مستقیم از آن بهره ببرند. جنگ نوعی عارضه است و در سیاست بین الملل شکلی از تعارض میان دولت ها می باشد. پدیده خوبی نیست، یک مشکل است، یک ضعف است و نوعی تعارض نشان میده میان دولت ها. هر بحرانی از خود آثاری در روابط بین الملل باقی می گذارد و این آثار باید در فرایند مطالعه آن در نظر گرفته شود. ما این بحث مطالعه بحران، عوامل بحران، ریشه یابی بحران را
به منظور شناخت نظری از بحران میخوانیم یا به بررسی میگیریم. بنابراین وقتی ما میخواهیم شناخت نظری حاصل کنیم، باید به آثار بحران در روابط بین الملل هم توجهی داشته باشیم. مثالی میتیم، مثلا آثار بارز بحران موشکی کوبا، آغاز عصر جدید تنش‌زدایی در سیاست بین الملل، انعقاد منع آزمایش های هسته‌ای در 1963 و امضای منع پیمان گسترش سلاح‌های هسته‌ای در 1968 بود. بحران موشکی کوبا آثاری داشت که البته حالا آثارش خوب بود بدن، هرچند جهان در مرحله جنگ اتمی قرار داده بود. هر بحرانی میتواند مثل بحران موشکی کوبا از خود پیامدی داشته باشد. این تصویر را ببینید، این تصویر سمت راست را که میبینید موشک هایی است که در همین شوروی در واقع ساخته میشد و به نمایش گذاشته میشد و بعدا به متحدان خود میداد شوروی در جریان جنگ سرد، و از این موشک ها برای کوبا هم داد شوروی. و این تصویر سمت راست را هم که میبینید برژنف است، این هم فیدل کاسترو و این هم جان اف کندی که هر سهشان دیگه در حال حاضر در دنیا نیستند. بحران موشکی کوبا بحرانی بود که شوروی موشکهایی را در کوبا مستقر ساخت، ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد و جهان در آستانه یک جنگ اتمی قرار گرفته بود. آمریکا بخشی از کوبا حمله کرد و مشکلات و مصیبت های ایجاد شد، خطر جنگ اتمی وجود داشت، تا اینکه طرفین با هم توافق کردند. آمریکا توافق کرد که اگر شوروی موشک های خود از کوبا بردارد، آمریکا هم موشک های خود را از ترکیه و ایتالیا برمی‌دارد، که در نهایت چنین هم شد. خیلی ممنون، این مبحث در همین جا به پایان رسید. ویدیو نخست هفته پنجم هم در همین جا تمام شد. ممنونم.